بره خودش بیاموزه ببینه چه کنه چه نکنه، بعد از این طرف میگید که حق نداره کتابای مخالفین رو بخونه. در اسلام ما میگیم که افرادی که ناتوان هستن از نظر اعتقادی، اینها به خاطر اینکه اعتقادشون رو نبازند حق ندارند به کتب زاله و کتب گمراه مراجعه بکنند. اما این به این معنی نیست که اونها اگر توانایی درک و فهم داشتند و توانایی جب توانایی تحلیل عناصر موجود در کلمات مخالفین رو داشتند برن و مطالعه بکنن و حتی پاسخ بدند. اما بهایت این کار رو نمی کنه، بلکه صریحا میاد تمام بهایان رو برحذر می دارد، جمیع احباء الله، تمام بهایان بدون استثناء حق مطالعه کتب غیر رو نداشته و ندارند. بعد هم جدای از این موضوع بهایت ادعا می کند که تحری حقیقت هر کس بره دین خودش رو پیدا بکنه. چگونه است اگر کسی تحری حقیقت کرد؟ خب انسان در مسیر تحری حقیقت، در مسیر جستجوی حقیقت، این نیست که همه افراد به واقع برسند. گاهی اوقات به علت اشتباهات و فلتاتی که پیش میاد افراد گرفتار جهل مرکب میشن و ممکنه آیین درست رو انتخاب نکنن و آیین نادرست رو بپذیرند. حالا اگر در مسیر انتخاب دین کسی موفق نشد آیین فرزند درست بهاییت رو پیدا بکنه و آیین دیگری رو انتخاب کرد، ببینید در بهاییت چه معامله‌ای با او میشه. برید و زندگی نامه تعداد بسیاری از متحریان، تعداد بسیاری از کسانی که از بهاییت فاصله گرفتند رو مطالعه بکنید، ببینید چه برخوردی با اونها داشتند. شاید بیش از 100 کتاب از سوی متحریان، از سوی متبریان از فرقه زاله بهاییت که در واقع متحری حقیقی اونها هستند نگاشته شده، ببینید چه برخوردی با اونها شده و چگونه اونها رو از اصلی ترین و مهمترین و اولین حقوقشون محروم کردند، از خانواده هاشون، از زندگیشون، از اموالشون، حتی تا جایی که قدرتشون رسیده و بعد ادعای تحری میکنن. بهاییت چگونه ادعای تحری میکنه حالون که بچه 15 ساله رو وادار به تسجیل میکنه؟ در بهاییت مثل آیین‌های دیگه نیست که وقتی که فرد به سن بلوغ رسید خود به خود بتواند وارد اون دین بشه و مناسک و آداب اون دین رو به جا بیاره. به سن بلوغ که رسید بایستی تازه نامش در دفتر بهاییت ثبت بشه که به عنوان یک بهایی مثلا شناخته بشه. این هم در راستای همون عوام فریبی و ظاهر فریبی برای اصل تحری حقیقت هست. اما در واقع بنا دارن که فرد رو درگیر موضوع بهاییت کنند که دیگه راه فراری براش نباشه. جوان 15 ساله رو به در مرکز جهانی بهاییت براش پرونده تشکیل میدن و او رو به عنوان یک بهایی جدید میپذیرند. یک بچه 15 ساله چه زمانی فرصت داشته تا در مورد آیین‌های مختلف که تعدادشون در دنیا بسیار هم زیاده تحقیق، تفحص و تفرس بکنه و بتواند راه درست رو از نادرست تشخیص بده؟ این چه اصرار نابجایی است که بهاییت برای ارائه تعلیم بهاییت داره از خودش نشون میده، در حالی که به هیچ وجه ملتزم به اصل تحری حقیقت نیست. نکته پایانی در مورد تحری حقیقت واژه تحری است. جالبه بدونید که در لغت عرب تحری زمانی استعمال میشه که فرد در جستجوی چیزی باشه که به او نمیرسد. یعنی فردی که در جستجوی چیزی است که دست نایافتنی است و به دست نیامدنی، این فرد در واقع خودش رو متحری و جوینده معرفی میکنه، جویندهی که هرگز به مقصود خودش نخواهد رسید. و شاید این عبارت یک تلویح بسیار ظریف باشه مبنی بر این که هیچ کس در مسیر بهاییت به حقیقت نخواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.